عزیزان خوش آمدید باز دوباره به برنامه امروز ما خدا رو سپاس میگم به خاطر همه شما عزیزان و همه شما مقدسین خدا که امروز با ایمان به کلام خدا به کلام زنده خدا راه میرید با کلام زندگی میکنید و مطابق خواست خدا عمل میکنید می طلبم امروز فیض خداوند شامل حال همه شما عزیزان باشه از خداوند بسیار سپاسگزاریم به خاطر این فرصت امروز دعا میکنیم که خواست خدا برای شما برای ما برای ایران برای عزیزان فارسی زبان در هر جای دنیا که هستن انجام بشه در نام عزیزش خداوند تو رو سپاس میگیم امروز به خاطر کلام زنده به خاطر محبت ابدی تو ای پدر به خاطر فیض بی حد تو از تو می طلبی ما را امروز به تمام حقیقت به وسیله قدرت روح القدس رهبری بکنی ای پدر و به ما قوت بدی امروز فیض بدی که اونچوری که مطابق خواست تو عمل بکنی در نام عزیزت می طلبم ای پدر و برای همه مقدسین تو همه عزیزانی که برنامه رو امروز نگاه میکنن دعا میکنم که قدرت تو ای پدر فیض تو محبت روح القدس شامل حال همه این عزیزان بشه در نام عزیز عیسی مسیح با سپاسگزاری می طلبیم این را خدا رو سپاس میگیم در نام عزیزش قلم و کاغذ دستتون باشه حاضر باشین برای درس آمین و سپاس میگیم باز خیلی همگی خیلی خوش آمدید از همه شما میخوام سپاس بگم که به برنامه ما ادامه میدین به این تداریس تداریس کلام خدا رو قبول بکنید و همچنین این که ادامه میدین به خدمت که خدا به شما داده و حمایت انجیل و پخش انجیل در بین قوم ما در نام عزیز ایسای مسیح از همه شما بسیار سپاسگزارم که تلویزیون نجات رو حمایت میکنید و دعا میکنید که خواست خدا انجام بشه ادامه میدیم به درسمون امروز درسمون چند هفت درس درس پنجممونه راجع به روح و روح نفس یا جان و جسم درس پنجممونه امروز راجع به روح ما در مقابلت با نفس ما میخوایم امروز صحبت بکنیم اینکه که رو باز میکنیم به اول تسالونیکیان باب پنج آیه 23 خدایی که سرچشمه آرامش است آیه اصلیمونه شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح سه قسمت اینجا اسم میبره و جان یا نفس و بدن شما سالم بماند اینکه خواست خدا اینه که هر این سه قسمت ما روح و جان و بدن ما سالم باشه تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشه چه در جسممون چه در جانمون و چه در روحمون خواست خدا برای ما اینه گفتیم که انسان ما تولد دوباره پیدا کردیم روح ما از خدا متولد شده روح ما از کلام خدا متولد شده اول پتروس باب یک آیه 23 رو خوندیم که تولد ما در اثر تخم فانی نبود بلکه به وسیله تخم غیر فانی یعنی کلام خدای زنده و جاودان تولد تازه یافتیم دو بابرانتیان باب پنج آیه 17 این آیات اگه بتونید حفظ بکنید خیلی عالیه کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد یا خلقتی تازه است هر آنچه کهنه بود در گذشت و اینک زندگی نو شروع شده ما به وسیله خدا متولد شدیم کسایی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردن این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایل تو نفسانی یک پدر جسمانی بلکه از خدا تولد یافتن اول یوحنا باب چهار آیه چهار به ترجمه پی و ویشا اگر بخونیم میگه شما <coughs> در آیه چهار میگه شما ای فرزند شما از خدا هستید همونطور که مسیح همون ذاتی که در مسیح در ما هم هست اینه که ما از خدا متولد شدیم و در ما حیات الهی وجود داره آیه چلا هفته یوحنا باب شیش میگه یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد یا حیاتی که در خود خدا وجود داره کسی که پسر را دارد اول یهانا با دوازده حیات دارد همون باز زوه حیات الهی هر که پسر خدا را ندارد صاحب حیات نیست گفتیم اگر بریم به این تختمون باز میخوایم این شکل رو بکشیم اگر این روح ما باشه و این قسمت نفس ما باشه روح بستگی اگه به اندازه باشه بستگی به رشد فرد داره ولی این نفس چون هنوز تجدید نشونه این دوتا زده هم دیگه هستن اینی که زده همدیگه کار میکنه اول ببینیم نفس چیه نفس شامل چهار قسمته یکی شامل احساسات ماست یکی شامل امیال ماست یکی شامل افکار ماست و یه قسمت اراده ما چهار قسمت نفس ما تشکیل شده از این چهار قسمت احساسات امیال افکار و اراده ما اینی که انجیل میفرماید در غلاطیان باب پنج آیه 16 میگه مقصود من این است اگر تحت فرمان باز این ترجمه تی پی وی اشتباه میگه روح القدس نمیگه این آیه رو بلکه میگه روح میگه میگویم اگر به روح رفتار میکنید آیه 16 روح منظورش روح انسانیه روحی که خوندیم از خدا متولد شده تولد دوباره داره حیات الهی درش وجود داره و از خداست میگه اگر میگوییم به روح به اون روح ما تولد رو پیدا کرد رفتار کنید پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد این شهوات جسم منظورش خواسته های نفسه چون جسم از خودش که خواستی نداره بلکه جسم منظورش کل نفس و جسم با همه میگه زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم و این دو با یکدیگر منازعه میکنند یعنی که ترجمه تی پی وی اشتباه میگه چون تی پی وی میگه روح القدس منازعه میکنه ولی روح القدس با هیچ کسی در منازعه نیست اینکه جسم و روح ما با هم در جنگن به طوری که آنچه که میخواهید ببین در راج ما صحبت میکنه آنچه که میخواهید نفس نمی کنید. روح نمیکنه. یکی نفس دو نفر اینجا داره صحبت میکنه آنچه که میخواهید نمی کنید یه قسمت میخواد یه قسمت نمیخواد نفس میخواد روح نمیخواد نفس میخواد مطابق خواهش نفس زندگی کنه روح نمیخواد اینه که میبینیم اینجا یک جنگی وجود داره بین این دوتا بین روح و نفس یه نزایی یه اداوتی وجود داره بین این دوتا به عنوان مثال در مورد میخوایم راجع به مثلا صحبت بکنیم که یه شکل جدید بکشیم باز با این روح ماست و این نفس ماست نفس و روح روح به عنوان مثال خدا در روح ما نیکی مطلق ریخته نیکی مطلق. ولی در نفس ما چیزی که زدیت داره با نیکی مطلق زمیر گناهه. یعنی که در نفس ما زمیر گناه وجود داره در روح ما نیکی مطلقه. این دوتا با هم زدیت دارن زمیر گناه آگاهی از کمبودی که در من وجود داره کمبودهای مختلف اگر ترس، اگر کمبود اجتماعی، اگر کمبود فیزیکیه اگر قیافت زشته یا چاقی یا دندونات کجه یا هر مشکل دیگه ای که داری که از لحاظ دنیا قبول کرده نیست زمیر ناخداگاه زمیر ناخداگاه است که باعث میشه ما دماغمون رو عمل بکنیم لبمون رو بزرگتر بکنیم دندونامون رو عوض بکنیم مو, بکاریم روی سرمون هزار و یک چیز دیگه چون اجتماع یه شکلی به ما داده گفته این شکل رو قبول میکنه اگر خوشگل باشی اگر قوی باشی قد بلند باشی جوون باشی اینو پولدار باشی این تصویری که دنیا میگه ما اینو قبولش میکنیم این که افرادی که هالیوودیان اینها میشن قهرمانهای انسانها اینا همه مردم اینا رو میپرستن اینها افرادی هستن که قابل قبول همن اگر مطابق اون شکلی که مجله ها به ما دادن اون شکلی که تلویزیون به ما داده سینما به ما داده به اون شکل در نیاییم ما یک کمبودی در خودمون از بچگی میبینیم اجتماع به ما میگه که شما مشکل دینه شما اینو کم داری اینو نداری پول نداری پایین شهر زندگی میکنی پدر نداری مادر نداری خواهرت این بود بابات این کارو باد کرد داداشت همه این کمبودها به خاطر گناهیه که آدم ما از آدم به ارث بردیم و این زمیر ناخداگاه در اکثر ما ناخداگاه در اکثر ما ناخداگاه از بچگی باش بار اومدیم حس ترس حس کمبود حس تقصیر حس گناه افرادی که مذهبی بودن مثل من با حس گناه بزرگ شدن نماز نخوندی روزه نگرفتی دعا نکردی کار خوب نکردی به گدا و کمک نکردی همش این حس مقصر بودن که من مقصرم من خطا کردم یا اگر خطایی کردی زندگی یکی رو به هم ریختی یا بچه سخت کردی یا دزدی کردی یا یک کاری کردی یا زنا کردی این زمیر ناخداگاه دائم درت مثل یه سنگی که افتاده توی کفشت هی به پات فشار میاره ناخداگاه دائم بهت فشار میاره و بعد تأثیر میذاره توی تمام مراحل زندگی ما ما دائم به این فکریم که من خوب نیستم من من تو ایران که بودم جوون که بودم مسلمان متاسب بودم گناه که میکردم میرفتم همون خودم سعی میکردم بسابم میکردم با شستن اینسی که در درونم حس میکنم نمیدونستم چیه میتونستم تعبیرش کنم نمیتونستم بهش بگم این زمیر ناخداگاه این زمیر گناهه حس میکردم با شستن با نماز اضافه خوندن با دادن با روزه گرفتن اینها پاک میشه اینه که یه آگاهی از کمبودی که من درم وجود داره چه مسئله گناهه چه کمبود اجتماعیه چه کمبود فیزیکیه چه کمبود خونوادگیه چه کمبود مادیه یه کمبودی یه حداقل یک در اکثر ما وجود داره اکثر ما در ما کمبود وجود داره بعد این کمبود ما میبریم تو کلیسا این کمبود رو میبریم توی ازدواجمون این کمبود رو میبریم توی خونمون این کمبود رو میبریم سر کارمون و این کمبودی که در ما وجود داره به همه دوروبر ما افراد دوروبر ما تاثیر میذاره اگه ترس در ماست ترس در اونها میفته اگر عصبانیت در ماست این عصبانیتی که در ماست خشمی که در ماست روی همه تاثیر میذاره توی همه اعضای خانوادمون تاثیر میذاره یه فردی به من میگفت در مورد یکی از اعضای خانوادش که دائم عصبانی از دستش میگو اگر من رجوع مادرش صحبت کرد. میگو اگر من نزدیک یک زن بشم که کوچکترین حس عصبانیت ازش بیرون بیاد من تا آخر عمرم این رابطه رو قطع میکنم چرا چون زیر فشار عصبانیت بزرگ شده بود یه کسی که در یه خانواده بار میاد که پدر و مادرش مشکلات اخلاقی و مشکلات اجتماعی دارن این تأثیر میذاره روی بچه ها یه پدری که الکولیه تأثیر داره روی بچه پدری که عصبانی دائم یه مادری که همش فوش میده جیغ میزنه سر همه داد میزنه این تأثیر میذاره روی بچه ها. میگه زندگی همه ما ما مثل یه ظرفی میمونیم که هزار تا ترک توش داره اکثر ما هم کسیم بعد چسب گرفتیم زدیم این چسبا رو داریم این کاسه رو چسب دادیم تا حالا شده یه کاسه شیک باشه کاسه ای که خیلی استفاده ازش میکرده خیلی دوست داشتی بشکنه بعد با این چسب سوپر گلو به چسب بعد یه خود اینجا سوراخ داره خود اینجا ترک داره یه خود اینجا شکسته است وقتی آب میریزی توش آب رو کامل نمیتونه نگه داره وقتی سوپ میریزی تو سوپ رو کامل نمیتونه نگه داره ما اینطوریم ما انسانها ها اینطوریم من دیروز با یکی صحبت میکردم در مورد اعضای کلیسا گفتم وقتی افراد وارد کلیسا میشن همین شکستگی که در نفسشون داشتن این وارد شده اگر گناه بود همینم هم وارد شده اگر دروغگو بودن اونم وارد شد اگر غیب غیبت کن وارد شده اگر عصبانی بود همه اینا همه اینا اینا که یهوی عوض نمیشن یکی از که مسیحی میشه که نفسش خدا نفسش رو دست نمیده روحش رو زنده میکنه یعنی چی یعنی این توانایی رشد بهش میده افرادی که تولد دوباره ندارن توانایی رشد ندارن توانایی رشد اخلاقی ندارن میتونن یه چیزایی توی زندگیشون رو عوض بکنن ولی رشد پیدا نمیکنه یه چیزی اضافه میکنه در صورت که یک ایماندار روحش زنده میشه موارد الهی وارد روحش میشه حیات الهی نیکی مطلق و غیره و این توانایی رو بهش میده که رشد پیدا کنه ولی نفسش هنوز نفسش رو از تجدید بکنه تمام صحبت ما بحث ما تمام تداریسی که ما میدیم برای این مبناست اجتماع ایرانی رو اگر نگاه بکنی توی هر گوشش که نگاه میکنی میبینی ایراد وجود داره چون که زیر بنای این نفسی که باید تعمیر بشه این نفس و اینها نمیتونن تعمیرش بکنن تداریس اسلامی نمیتونه این نفس رو کاری باش بکنه نمیتونه زمیر گناه از بین ببره نمیتونه حس حس مقصر بودن چی میگیم به فارسی بش مقصر بودن حس مقصر بودن یه کسی که همش این حس به دست میده که من من مقصرم من من خطا کردم خطا کار خطا رو نمیتونه از بین ببره با گناه نمیتونه کاری بکنه ترس رو نمیتونه از بین ببره ترس رو بیشتر میکنه اسلام اینه که وقتی اسلامیات همه اینها رو نه تنها نمیتونه از بین بره بلکه اینها رو بیشترشون میکنه اسلام به اینها اضافه میکنه اینی که بعد یه جامعه ای پیدا میشه که ترس زیاده درش گناه درش زیاد میشه زمیر گناه زیاد میشه نگرانی زیاد میشه استرس زیاد میشه بد اخلاقی زیاد میشه عصبانیت زیاد میشه فرستر هزار و یک موارد اخلاقی درش یهوی اینا رشد پیدا میکنه بیشتر و بیشتر جلوه میده زمان قدیم زمان شاه مواردی بود که مردم آزادی داشتن اینها رو خالی میکردن جا میرفتن رفتن این می با موزیکشون با این کار کردنشون کار کردنشون نوع مقدار آروم بکنن ولی مردم وقتی توی یک سلول زندانن اینا همش میاد بیرون اینه که از لحاظ اجتماعی جامعه ما جامعه های اسلامی به طور کل کاملا شکست خورده است از لحاظ اخلاقی از لحاظ روحانی از لحاظ اجتماعی از لحاظ اقتصادی چون اقتصادشون بر مبنای اقتصاد کمونیست دیکتاتوری اینه که در شکست میخوره دولت ایران حتی اگر انقلاب نشه من بهتون قول میدم اینا با این اقتصادی که دارن ده سال دیگه فکر نکنم اینا بتونن جامعه رو حفظ بکنن چون اقتصادشون بر مبنای دیکتاتوری یه عده سرن که استفاده میکنن همه بایستی عذاب ببینن به جز این یه عده سر و بعد از یه مدتی حالا اگه به خاطر نفت نبود اینا خیلی سال پیش شکست میخوردن یه ده سال دیگه فکر کنم اینها از لحاظ اقتصادی شکست بخورن چون اقتصادشون بر مبنای ظلمه بر مبنای دیکتاتور ماننده مثل اقتصاد کمونیست شبیه اقتصاد کمونیست برای همین کشور ایران دولت ایران با کشورهای کمونیستی بیشتر آشناست دوسته با اینکه اونا ضد خدان تا با کشورهای غربی که خداشون یعنی با چین و روسیه بیشتر کار میکنه چرا چون یه اقتصاد رو دارن یه فکر رو دارن یه سیستم سیستم دیکتاتوری و بر مبنای از همه لحاظ از همه لحاظ اسلام زیر بنای اشتباهی داره از لحاظ علمی هم بخوایم بحث بکنیم بحث وجود داره از لحاظ روحانی هم بخوایم بحث بکنیم یا الهی دونی هم بحث میکنیم اسلام از همه لحاظ در اشتباه وجود داره یه برکت در اسلام وجود نداره که ما بگیم بابا این یه چیزش خوبه اینه که الان جامعه ایرانی به طور کل یه جامعه شکست خورده است از همه لحاظ از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی از لحاظ روانی برای همین تو این جامعه ها خودکشی زیاده اگه الکل بود همه الکلی بودن کشورهای کمونیستی نگاه کنی کشورهای کمونیستی درصد چقدره ولی اون زمانی که من سفر میرفتم اکثر مشکلاتی که افراد داشتن الکل بود توی سیبریا میگن همه الکلی هم. شمال روسیه کشور روسی اکثرا مشکل الکل داشتن چرا چون فشار می اومد بهشون جای خالی کردن نبود پناه می اردن به الکل تو ایران الان شده مواد مخدر اینطور که من میفهمم اکثرا تریاکی هن. تریاک شده مثل آب خوردن تو ایران منظور به که از لحاظ اجتماعی از لحاظ اقتصادی از لحاظ روانی برای همین انقدر خودکشی زیاد شده تو ایران از همه لحاظ ایران شکست خورده و قوم ما شکست خوردن من اینو میبینم افرادی که از ایران میان چقدر مشکل از همه لحاظ درشون وجود داره اینکه کلیسا وقتی مردم میان با همه شکستگی ها میان با زمیر گناه دارن میان گفتیم نفس این نفس عوض نمیشه نفس رو ما باید تجدید بکنیم این نفس با تمام این مواردش گناه، خطا، ترس، نگرانی حس کمبود، حس مقصر بود همه این مشکلاتی که در روان ما وجود داره وارد کلیسا میشه اینه که با اینکه روحشون تازه از نیکی مطلق دارن محبت الهی درشون وجود داره بخشش هست و خیلی چیزهای دیگه باز همه اینها قوتش بیشتره اینی که وقتی وارد کلیسا افراد میشن همه اینها رو دارن زمیر گناه روش به زمیر گناه مقدار صحبت بکنیم یه چیزی که همه ما باش سر کار داریم مخصوصا الان قوم ما ایرانی زمیر گناه زمیر کم بود زمینی که من اینو ندارم اینو ندارم از این کم دارم از این میترسم از این دلهوره دارم این نگرانی رو دارم این استرس رو دارم پریشون این مثلا اشتباه کردم من این کارو کردم من هزار و یک احساس منفی احساس منفی فکر منفی امیال منفی و بعد همه اینها رو که جمع میکنیم میشه اراده منفی اگه واقعا خیلی امروز داریم منفی نگاه میکنه ولی اگر نگاه بکنه اگه این ایرانی باشه اگه این نفس ایرانی باشه نفس ایرانی پر از منفیه درش از همه لحاظ جایی هم نداره منفی ها رو خالی بکنه اینه که مشکل توی همه جوامع ایرانی هر جایی نگاه کن چه تو کلیسا باشه چه تو مسجد که البته مورد اجتماعی نداره اگه داشتن همش هم به هم می پریدن و دعوا و جنگ و جدال بود ولی در جامعه های ایرانی اگه بیزنس مشکل دارن اگر کلیساس مشکل درش وجود همه در همه ما به خاطر این شکستگی که در ما وجود داره از خانواده هایی میایم که الان شکسته شدن از هم جدا شدن خواهر و برادر با هم قهر کردن دعوا کردن مشکل مادی دارن هزار و یک این پول اونو خورده اون پول اینو خورده این از اون بعدش میاد این زده اون حرف زده اینه که در, در ماها یک جامعه شکست هست مثل میشه گفت مثل جامعه اروپای غربی بود در جنگ جهانی دوم اروپای غربی در جنگ جهانی دوم مخصوصا کشورهایی که از وسط نصف شدن مثل آلمان خانواده های یه وسط شهر رو دیوار کشیدن و خاله از امه دایی از برادر یا مثل کره کره شمالی کره جنوبی یه همه جدا شدن اینه که یک نسل به طور کل از بین رفت توی این جنگ ما الان یه همچین حالتی برای ما پیش اومده که این مسئله رو ما چجوری میتونیم حلش بکنیم سوال که ما چجوری میتونیم منفی رو مثبت بکنیم چجوری میتونیم این اصلش اصل مشکل ما زمیر گناه زمیر کمبود حسی که من کم دارم من خوب نیستم من, من بدم من بد رفتار میکنم من اشتباه کردم من تصمیم بد گرفتم من اینو ندارم من اونو ندارم من میترسم من نگران فردا من نگران امروزم من با این ازدواجی که کردم درست نیست با این بچم موضوعش این زمیر گناه زمیر کم بود پولوس در این مورد صحبت میکنه انجیل در این مورد صحبت میکنه در رومیان باب هفت میگه گناه با استفاده از این قانون در من هر نوع تمعکاری را در زندگی من پدید آورد زیرا گناه بدون شریعت مثل جسد بی جان است اینه که وقتی شریعت اومد شریعت قانون قوانین یه چیز رو در ما زنده کرد چی بود حس گناه اونجا که شریعت نباشه ایران گفتم ایرانی زمان شاه موقعیت روحانیشون یکی بود عوض نشد ولی وقتی شریعت اسلام اومد اسلام گفت این اشتباه این اشتباه این اشتباه این اشتباه دروغ نه 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 و نه تنها اینها رو گفت بلکه اینها رو قانونش کرد مشروب خوردن قانونه میکشی میزنیمت کتکت میزنیم موی سرت باز بشه تو خیابون میزنیم اگر این کارو بکنی میزنیمت اینه که مردمو آشکار کرد با اون گناهی که درش وجود داره یعنی ما بهش میگیم مگنیفایش کرد صداش میگی صدای بلنگور میگیری صدا رو صحبت میکنی توی میکروفون صدات که عوض نمیشه ولی این میکروفون یه چیزی درش وجود داره که این امپلیفایر بشه این رو امپلیفای میکنه بزرگش میکنه این صدا رو میگیری صدا رو پخش میکنه شریعت این کار رو کرد شریعت اون کمبود های ما رو گرفت شریعت اسلام و اینها رو به همه اعلام کرد لالا 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 بردر رضا این مشکل داره بردر حسین اینه مشکلش اینه لا لا لا. به همه اعلام کرد الان باز نگاه میکنی به شریعت خدا در عهد عتیق اون باز هزار برابر بدتر بود چون که به خاطر هر گناهی که میکردی باعث یه هدیه می آوردی اون هدیه نشونگر اون گناهت بود فکرشو بکن توی قبیله اسرائیل خیمه خدا رو وقتی زدن مثلا این شکلشو بکشم اینو بفهمید وقتی خیمه رو زدن خیمه معبد در وسط قوم اسرائیل بود بگه یه خیمه باشه یه همچین چیزی بعد طرف شمالش تمام قبیله ها دوازده قبیله اسرائیل به سه قسمت تبدیل شدن به شمال به شرق به جنوب اینا همه چادرهای قبیله هاست به غرب اینی که در حدود دو میلیون نفر اینا بودن دو تا چهار میلیون نفر اینا بودن از این دو تا چهار میلیون نفر اگر این خیمه معبد بود و مردم مثلا بگیم اینجا اینجا یکی گناهی کرده بود باید یه گناه به خاطر گناهش قوچ می آورد این قوچه رو باید می داشت می کشید از تمام این قبیله می گذشت، از اینا می گذشت، همه میدیدنش سه تا قبیله بود دیگه اینجا جمع شده بودن این بیاره هدیه بده در خیمه اینکه برای همه آشکار بودن چه گناهی کرده <تصفح> فکرشو بکن جلوی همه همه بفهمن ببینن که شما اشتباه چیه؟ مسئله آبرو <applause> برای اینا آبروی مونده بود من توی جنوب ایتالیا بودم و داشتم یه مجلهی میخوندم در مورد این منطقه که اینجا سیب زیاده توی این منطقه درخت سیب زیاده یه کلیسای کاتولیک میدونی که کاتولیکا افراد میان گناهانشون رو هر هفته اعتراف میکنن به کشیشه که کار اشتباهیه و این کشیشه بهشون میگه مثلا ده تا این کارو بکن پنجاه تا این کار بکن گناهات بخشیده میشه هلمری بگو اینو بگو اونو بگو, اینو بگو، این کار بکن دعا بکن گناهات بخشیده میشه اینه که این کشیشه توی این کلیسا مثل که تو این شهر زنا زیاد بود مردم میمدن اعتراف به زناشون میکردن که شیشه خسته شده بود به اینا بگه برو این کارو بکن گو اگه میخوای گناهتون بخشیده بشه این از سیب خوشش اومد که شیشه گو برو درخت سیب بکار مردم شروع کردن به درخت سیب کاشتن که این منطقه سیب تمام ایتالیا رو صادر میکنه نشونگره که اینا همشون زناکارن <تصاف> <تصاف> توی منطقه همه زناکار بودن میگفتن اینا آب سیب داشتن مربای سیب داشتن، سوپ سیب داشتن، خورشت سیب داشتن. هزار یک چیز با سیب درست میکردن. میوه سمره نفسشون. اینه که شریعت وقتی اومد شریعت به همه اعلام کرد. همه ایتالیا فهمیدن که اینا زناکارن. این قسمت از، حالا نمیدونم سیسیلی بود چه قسمتی از ایتالیا بود. اینا همه, همه زناکارن. الان برای دنیا اعلام شده ما این مقاله ای که نوشتن توی مجله همه دنیا میدونن این قسمت ایتالیا اینا همشون زناکار اینه که زمیر ناخداگاه این زمیر گناهی که در ما وجود داره شریعت اینو باز کرد برای همه برای خودمون باز شد ایداد من این کمبود رو دارم من این مسئله در من وجود داره و این حس کم بود حس عدم اعتماد حس گناه زمیر گناه حس اینکه من خوب نیستم حس محکومیت حس مقصر بودن جلوی رشد منو میگیره یعنی چی مثال میزنم دو نفر میان تو کلیسا با هم دوست میشن گفتم ایرانی ها تا موقعی که با هم رو درواسی دارن خوبن ولی وقتی با هم نزدیک میشن دوست میشن شروع میکنن با هم گیر دادن به هم دیگه پریدن توی این دوستیشون زمیر ناخداگاهشون آشکار میشه مثلا شما میای توی کلیس های عیب داری عیب دینه که مثلا از همه دوست داری غیبت بکنی میای با یکی دوست میشی شروع میکنی این دوستی اول رو دروسی داره چیزی نمیگی ولی وقتی دوست شدی شروع میکنی به غیبت کردن از این غیبت میکنی از اون غیبت از شبانت بعد میگی از همسایت بعد میگی از دوستت بعد می... شروع میکنی بعد گفتن بعد این بعد گفتن تاثیر میذاره روی اون دوستی تو با اون فرد و بعد با اون گرگیر میشی هرگیر میشی میری از اون بعد به یکی دیگه غیبت میکنی و بعد این زمیر گناهی که درت وجود داره حس اینکه اینا بدن من خوبم جلوگیری میکنه ازت که توی کلیسا شراکت درستی داشته باشی که همه رو به هم میریزی از این بعد به اون گفتی از اون بعد به این گفتی از این بعد به اون گفتی الان یه دایره اومده بین تو این دایره الان جنگ شده بین همتون میگه زمیر گناه حس این که من خوب نیستم یا بعضی موقع برعکس حس این من که من خوبم من بهتر از دیگرانم دیگران بدن همه دارن به من بد میکنن منم که درست کارم ناخداگاه بعضی اکثر ما این فکر رو داریم با اینکه حس گناه داریم می حسم داریم که نه من بهترم اینا به من اشتباه کردن اینا به من صدمه زدن و این باعث این میشه که شراکتی که من دارم توی کلیسا به طور کل چی میشه به هم میخوره اینکه این زمیر گناه زمیر کم بود چون مسئله برخوردن بذار اینو بنویسم مسئله خیلی مهمه برخورد به من برخورد به من برخورد یعنی چی به من برخورد یعنی من ناراحت شدم یعنی من دلم شکست یعنی من به من برخورد به من برخورد به من برخورد یعنی من دلم شکست یعنی تو منو تحقیر کردی یعنی تو منو ترد کردی یعنی تو منو چی دیگه میگیم دلم شکست ناراحت شدم تحقیرم کردی تردم کردی اه، منو منو اه، چی میگیم خیلی کلمات داریم من به فارسی الان یادم نمیاد به من برخورد یعنی چی به من برخورد یه چیزی تو گفتی که به من برخورد کسی که بهش بر میخوره کسیه که حس کمبود داره یه کسی که پر باشه یه ظرفی که پره بگیم یه ظرف مثلا شکلاته ده تا شکلات ورداری که کم نمیاد ظرف پره ولی اگر توی یه ظرف کم باشه اگر 15 تا شکلات باشه شما ده تا ورداری نشونگر کمبوده کمبودیش ظاهر میشه یه کسی که بهش بر میخوره یه چیزی بهش میگی با یه کلام بهش بر میخوره این فرد مسلم زمیر گناهش خیلی زیاده زمیر این که من خوب نیستم من قابل قبول نیستم منو دوست ندارن منو ردم کردن این خیلی گناه این خیلی زیاده مثالی زدم تازگی من شنیدم یه دانشواری رفتن توی کلیسا و موقع پادلاک که قرار بود همه غذا بیارن این خانومی که مسئول غذا بود زیاد حساس نبود گفتش که به اینا جلوی همه گفت شما چی آوردین امروز اینا بیچاره نرسیده بودن غذا بگیرن یا پول نداشتن یا هرچی بود گفتن ما هیچ نیاوردیم ما رو ببخشید اینها دلشون اون روز شکست از این کلیسا و یکی از دلایل که از اون کلیسا جدا شدن این بود همین مثال اگه بزنیم توی گروه ما توی کلیسای ما توی امریکایی زبان اگر موقع پادلاک ما به یکی میگفتیم هی hey گری شما چی آوردی امروز؟ گری میگفت هیچی من نرسیدم میبخشید با یه خنده تمومش میکرد اینه که بهش بر بخوره نیست چون که این کلامی که گفته باعث این مقدار ممکن ناراحت بشه که ناراحت بشه که من چرا نیومدم خودش حس بد بهش دست ولی اینکه آبرو ریختن آبرو همچین چیزی نیست توی این آب این اینها یه ای چیزی داریم بهش میگیم صورت تو حفظ کردن که همون شبیه آبروی ماست دلیل اینکه به افراد بر میخوره اینکه چون زمیر گناه دارن چون حس خوبی راجع به خودشون ندارن اگر یه کسی یه چیزی بهشون بگی بهشون بر میخوره. برخورد به من بر خورد. به من برخورد. به من برخورد حرفی که تو زدی به من برخورد به من گفتی ای بابا به من برخورد به من گفتی احمق به من برخورد به من گفتی به جای که بگی شبان رضا گفتی آقا رضا به من برخورد. چرا برخورد؟ چون که کمبود ما داریم زمیر گناهه با گناه ما با زمیر گناه روش پیدا کردیم به در مادر ما زدم توی سرمون به گفتن تو خنگی تو اینی تو اونی یا اینکه بهترین اگه ای چیزی به ما نمیگفتن یا اینکه به ما محبت نکردن اینکه این کمبودی محبت کمبود قبول شدن کمبود دریافت شدن توی اجتماع ما فوق العاده قدرت زیاده این زمیر گناه حالا یه کسی که با نیکی مطلق راه میره برگردیم به این تصویری که داشتیم این تصویر نیکی مطلق در روح من نیکی مطلقه در روح من بخشش و محبت، بخشش و محبته اینی که وقتی یه حرفی یکی میزنه حالت تنه داره احساسات من جریه دار میشه طبیعیه برای همه هست حتی یه فردی که روحانیه ولی بخشش قلبه میکنه بر این احساسات بخشش میگه ای پدر اینها رو ببخش نمیدونن چی کار میکنن میگه که محبت زبونش رو باز نمیکنه بلکه زنبونش رو حفظ میکنه سعی نمیکنه بگه شما حرفی که میزنی اشتباه کردی حتی از خودش هم دفاع نمیکنه کاری که عیسی مسیح کرد اینه که انجیل میگه کسی که صلح خدا درشه هیچ چیزی باعث ناراحتی این فرد نمیشه از صلح خارج نمیشه چون در نیکی مطلق داره راه میره در بخشش داره راه میره در همه رو با محبت میبینه یه کسی که دلشو میشکنه کسی که ناراحتش میکنه ای کسی که تنه بهش میزنه یا مطلق میندازه بهش میگه خب اینا اینا, اینا این دیگه نمیفهمن هنون روش پیدا نکردن چرا چون توش پره چون زیاده چون محبت زیاده اینی که یه ذره ورداری از این چیزش دیدی یه ظرفی که پر از چیزی یه ذره ور میداری باز تکون میخوره ظرفه باز پر به نظر میرسه یه همچین حالتی داره زمیر ناخ... زمیر گناه وقتی در ما زیاده وقتی نفس ما هنوز تعمیر نشده تجدید نشده افکار و احساسات ما تجدید نشده اینه که یه تلنگو بزنی به یکی از هم وا میره یه حرفی بزنی که حالت تنه باشه اینا دلشون شکسته میشه اگه ظریفن برای همین کلیسای ما کلیسای ایرانی ها افرادی که الان وارد کلیسا میشن اینا انقدر ظریفن اینها انقدر ظریفن که اگر با محبت کامل روبرون نشن اینها توی کلیسا دووم نمیارن غیر ممکنه دوون بیارن چون از یه جامعه میان که جامعه زمیر گناه یا آمپول بزرگ گرفته زده توی این چیزشون از این <applause> شکل بکشم این بکشمش این زمیر گناهشون یه همچین حالتیه این نفسشون رو اگر بگی به چهار قسمت تقسیم شده احساسات افکار امیال و اراده یا آمپول بزرگ نگرفتن و تزریخ کردن به این آمپوله زمیر گناه زمیر گناه اینو داشتن قبلا ولی آمپوله انقدر زده به اینها انقدر گفته شما بدین انقدر گفت مثل برادری که گفت من یه بار داشتم به یه آخوندی گوش میدادم توی تلویزیون ایران میگه انقدر راجع به گناه صحبت کرد من دیگه بعد از تلویزیون خواستم بعد از جلسه خواستم خودکشی کنم گفتم دیگه برای من امیدی وجود نداره همه احساساتی که کمبودی که در نهفته بود آورد بیرون همه رو زنده کرد واو من این کمبود رو دارم من این کمبود رو دارم من این رو دارم من این گناهو کردم من این گناهو کردم من مقصرم من اینم من اونم من تمام اینها اومد رو تمام اینهایی که نهفته بود در درونت ناآگاه بودی باز شد برات اینی که افرادی که از ایران میان الان همه اینها مثل تصویری که میتونم بهتون بدم مثل اینکه اینا یه چاقو دادن به اسلام شیکم اینها رو باز کرده اینها با شیکم باز که بخیه بهش زدن وارد کلیسا میشن این زخمی که تو قلبشون توی بدنشون وجود داره با یه با یه باد این زخم رو حس میکنن اینه که بی دلیل نیست افراد این روزا تو کلیسا زیاد دوم نمیارن میان یه ماه دو ماه سه ماه بعد خسته میشن میرن ما توی کلیسامون یه فردی به یه فردی دیگه گفته بود شما اینجا نیست این بیا بشین شما خواهش این بهش برخورده بود دیگه کلیسا نمیاد با یه حرف کوچیک که آقا خواهش میکنم بفرمایید بشینید یا شما اینو اینجا دست نزنید یا این, این, این کارو نکن با یه حرف یه فرد میتونه جلوی رشد ایمانشو رو بگیره این خیلی برای من خیلی عجیبه ولی قابل فهمه چون ما از یه اجتماعی میایم که ما شکسته شدیم یه کسی که دالا دیدی یه کسی توی تصادف باشه استخونا شکسته باشه پوست بدنش خراش خورده باشه زخمی باشه همه جا زخمی سر شکسته دست شکسته پا شکسته شما نمیتونی بری این فردو بغل کنی بغل کردن این فرد هم درد داره براش بعضی موقع حتی یه مقدار محبت اضافه نشون دادن درد داره برای افراد چون انقدر شکسته ایم ما انقدر جامعه ما امروز شکسته شده لعنتی که اسلام وارد کرده وارد دنیای ما قوم ایرانی به طور کل شکسته شدن و فقط به وسیله دعا و محبت بدون ریا ما میتونیم اینو چیکارش بکنیم اینو بسازیم این نفس و بایستی ما تجدیدش بکنیم احساساتمون رو تجدید بکنیم افکارمون رو تجدید بکنیم امیالمون رو تجدید بکنیم ارادمون رو تجدید بکنیم افرادی که شکست دلن تصمیم های خیلی اشتباه میتونن بگیرن بچه ها رو دیدی وقتی دلشون میشکنه کنترلشون رو از دست میدن ما بزرگا اینطوری ما بزرگا وقتی دل شکسته ایم کنترل زندگیمون از دست میدیم از همه لحاظ تصمیمای عجولانه میگیریم تصمیمای سری میگیریم با رفتارمون افرادی که ما رو دوست دارن میتونیم بهشون صدمه بزنیم دلشون رو بشکنیم با حرفامون با گفته هامون با رفتارمون چون این چیزی که در ما وجود داره این شکسته که در ما وجود داره میخوایم به همه اظهارش بکنیم میخوایم همه درش شریک بشن در این شکسته که در ما وجود داره اینه که صدم دیدن و صدم زدن یه چیز امروزه بین قوم ما یه چیز عادیه خواهر از برادر پول میگیره برادر از خواهر پول میگیره دوشت به دوشت خیانت میکنه هزار و یک مشکل امروز ما داریم میبخشید امروز امروز ما هم یه بیل گره یه کلنگ گرفتیم داریم اینا رو همه رو میکنیم داریم میاریمش بالا ولی باید بدونیم که چیه که بفهمیم چجوری ما بتونیم اینو شفاهش بدیم شفای ما چیه؟ شفای زمیر گناه اگر این زمیر گناه باشه شفاش فقط یه چیزیه نیکی مطلق تنها راه تعمیر زمیر گناه نیکی مطلق نیکی می مطلق میگه من در خدا بیاریم اناجلون نگاه بکنیم در دوم قرنتیان باب پنج آیه 21 به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخ تا به وسیله او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم ببینیم ترجمه تیووی چی میگه ترجمه تی پی وی مشکل زیاد داره زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم اینه که فهم این که ادالت خدا هستیم که یک ادالت خدا نیکی مطلق ترس رو از بین میبره چون ترس انتظار مجازات نیکی مطلق میگه مجازات من اومد روی مسیح خدا دیگه منو مجازات نمیکنه برای همین در رومیان باب 8 که میگه برای کسانی که در مسیحن دیگر هیچ محکومیتی وجود نداره اینه که که مطلق اول یه کاری میکنه یکی محکومیت رو از من میگیره اوکی من خطا کردم من اشتباه کردم ولی خدا قیمت اشتباه من رو پرداخت یعنی که ترسی من برای اینکه محکوم بشم وجود نداره یکی محکومیت حس محکومیت رو از من میگیره که اون ریشه, ریشه, اصلی همه اینها بودم زمیر گناه زمیر مقصر بودن حس گناه اون اول از من میگیره وقتی زمیر گناه رو بگیره وقتی حس محکومیت از من بگیره نه تنها خودم و من دیگه محکوم نمیکنم بلکه دیگران هم دیگه محکوم نمیکنم یعنی که شاید بگم هفتاد هشتاد درصد مشکل من بر رابطه با دیگران حل میشه بر مبنای نیکی مطلق چون نیکی مطلق میگه من مواظب باشم حرفی نزنم که باعث محکومیت اونها باشه من متوجه شدم بین ایرانیا وقتی با هم شوخی میکنن حرفایی که میزنن شوخیاشون بر مبنای محکومیت دیگرانه. نه شما نمیتونی شما مگه میتونی همچین چیزی داشته باشی شما شما اینو نداری شما حرف شوخیاشون فرق میکنه با شوخی های آمریکایی یا با هم دیگه خیلی جالبه اگه دقت کنید این زبون رو بفهمید میبینی که شوخی هایی که ایرانیا ها با هم میکنن بر مبنای محکومیت شوخیه ولی درش محکومیت وجود داره درش کوبوندن یکیه آمریکا وقتی با هم شوخی میکنن شوخیشون به هم کوبوندن نیست اگه توی جمع ما نگاه کنیم ما از برا رشتیا بد میگیم اصفهانی ها میگیم می خسیسن کرمونی ها میگیم این چیزو دارن شیرازی ها میگیم شلن برای ترکا میگیم یعنی برای قوم خودمون ما برای توی شوخیامون اینا رو میکوبونیم زمین میگه ما از اجتماعی میایم که همه چیش بر مبنای کوبوندنه یعنی که وقتی من وارد نیکی مطلق میشم انجیل میگه در گفتارتون صحبت هایی بکنی که باعث ساخت دیگران بشه حتی در شوخیم در شوخیم من باید یه چیزی بگم که یکی بلندش بکنه نه به ما فهم میکنیم کوبوندنه که با مزه است نه بزرگ کردنه که شیرینه جالبه یکی بزرگ کردنه که خیلی جالبه عنوان مثال ما یه برادری هست شبان آمریکایی. هفته بودیم باش بولینگ بازی میکنیم این قبلا بازی میکرد اهرمان بولینگ بود که هر دفعه ما رو میبره من چند باری با شوخی کردم گفتم شما بیای برای ما هی شانسی وجود نداره یعنی چی؟ یعنی من دارم اون رو بلندش میکنم ولی دیدم افراد دیگه وقتی با شوخی میکنن یه چیز دیگه گفتن که پایینش بیارن یعنی که فرق بزرگیه بین شوخیامون. شوخیه طوری باید باشه که در حتی شوخی من، کلام من وقتی با نیکی مطلق راه میرم دیگران انجیل میگه باعث تشویق، تقویت و تسلیشون بشم. بزرگشون بکنم، بلندشون بکنم. نیکی مطلق این کارو میکنه. زمیر گناه چون حس بد خودش داره میخواد دیگرانم بد بکنه. چون غمگینه میخواد دیگرانم غمگین بشم. چون افسرده است میخواد دیگرانم افسرده بشم. چون عصبانیه میخواد دیگرانم شکسته بشن کنترل بکنه زمیر گناه این کارو من. نیکی مطلق میگه نه چون خدا منو بزرگ کرده من, من کسی نبودم که لایقش باشم منم باید دیگرانو بزرگ کنم چون خدا به من برکت داده پسر من یه روز به من اینو گفت تازه جوونه 25 سالشه گفت بابا فکر من در بیزنس اینه که من دیگرانو بهشون ارزش اضافه بکنم بلندشون بکنم یعنی که هر فکر بیزنسی وارد سرش میشه به این فکری که من چجوری میتونم اینها رو بلند بکنم تو اون جایی که هستن فکر کاملا ضد فکریه که من در ایران میشنیدم در ایران برای این است که من چجوری میتونم منفعت بگیرم از این مسئله من چجوری میتونم پول در بیارم فکرشون پوله مقصد پوله نه انسان ببین چقدر فکر نیکی مطلق چقدر فرق داره با ضمیر گناه نیکی مطلق در رفتارش در گفتارش اوکی من الان مسئول من منطقه مسئول مثلا چای ریختنم توی کلیسا این چایی که میریزم یکی به من انتقاد میکنه میگه این چایی چی شما خریدی من میتونم با ضمیر گناه به جواب بدم بگم اگه خوشتون میاد کسی مجبورتون نکرده بخورین حسن آقا به می شوخی گفتم ولی درش کنایه بود کنایه این بود که تو اون حرفی که زدی دل کن من شکن من میخوام به جواب بدم ولی نیکی مطلق ببینید فرق بین نیکی مطلق و زمیر گناه چه نیکی مطلق میگه واو این چایه شاید خوب نباشه حسن آقا من میبخشید من تمام سعی کردم حالا شاید دفعه بعد بتونم یه چیزی بگیرم که مطابق میل شما شما چه چایی دوست داری عزیزم ببینم اون چیزی بگیرم که مطابق میل شما باشه ببین یکی بزرگ میکنه به یکی احترام قائله ارزش میذاره اون فرد با شوخی گفت ولی تو اون شوخیش معنایی داشت حرف شوخ هم همیشه چیزی داره داریم میگیم اگه نداره که چرا میگی اینی که نیکی مطلق میگه من ارزش بدم به این فرد چون خدا به من ارزش داده خدا منو بلند کرد من این فردو بلند کنم خدا منو بخشید من این فردا ببخشم او که گناه نشنا خدا او رو در راه ما گناه ساخت که چی بشه؟ که من بتونم با خدا یکی بشم این فکر فکریه که قوم ما رو شفا میده تنها راهش اینه هیچ راه دیگه ای وجود نداره توی کلیسا میتونیم یه کلیسایی باشه که هرج و مرج و این با اون دعوا اون با اون قهر بکنه این حرف بزنه اون از این بد بگه این با این مشکل داشته باشه همش راجبه این به من چی گفت اون به من چی گفت این دلامو کن اون دلامو شیکون این این حرفو به من زد این به من تنه زد زندگی مون میشه بر مبنای زمیر گناه یا بر مبنای بلند کردن گفتی ولی من بخشیدم بلند بکنیم دیگران ارزش بدیم احترام بدیم حتی اونهایی که اشتباه میکنن کاری که خداوند کرد ای پدر اینا رو ببخش چون نمیدونن نگو اینا احمقن نگو اینا گنهکارن محکومشون نکرد در مقابل پدر چون خدا پسرش رو به زمین نفرستاد که جهانیان را محکوم کنه بلکه تا آنها را نجات بده خدا میخواد ما ببینین اسلام چی کار میکنه یه انتقاد ازش میکنی زندانیت میکنم با چوب میزنم ات هزار سال انسان داره ضد خدا حرف میزنه ببین خدا چی کار کرده ازاش پسرش رو فرستاد که اینها رو نجات بده <تصفح> ساختن نیکی مطلق یعنی این نیکی مطلق یعنی من پرم میکنی از من یه درخت میوه که پر از میوه است هر چقدر بکنی ازش کم نمیره اینی که میخوای بکنی اوکی بکن عزیز امروز من هنوز پرم خدا منو پر کرده ای پدر نام عزیز عیسی مسیح میطلبم به ما این فهمو بدی به کلیسا این فهمو بدی ای پدر نیکی مطلب مطابق این ما بتونیم فکر بکنیم رفتار بکنیم حرف بزنیم عمل بکنیم در نام عزیزت ای پدر ترو امروز